خب با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، در ارتباط با موضوع روز پایان برجام و در واقع توافق کشورهای 5 به اضافه 1 با رژیم اسلامی ایران به دنبال اجرای کلیه اون بندهای توافقنامه برجام توسط رژیم ایران، ظاهراً طرفین به توافق رسیدن که این تحریم ها برچیده بشه. البته خب یک روز هنوز از خوش شدن قلم این پایان تحریم ها نگذشته بود که امریکا در ارتباط با فعالیت های موشکی ایران تحریم های جدیدی رو وضع کرد. در این ارتباط گفتگویی داریم با رفیق مجید دارابگی و دیدگاه ایشون و تحلیل ایشون رو جویا میشیم در مورد این موضوع و تبعات اون. بگوشیم. با درود بر بینندگان عزیز تلویزیون برابری، آنچه که در طی 10 سال گذشته به عنوان تحریم علیه جمهوری اسلامی از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد و فراتر از اون از جانب آمریکا و کشورهای اروپایی علیه جمهوری اسلامی به کار برده شد، ظاهرا پس از به نتیجه رسیدن توافقنامه وین و قبول تمام تعهدات جمهوری اسلامی و از جمله در واقع بلوکه کردن کارخانه آب سنگین در عراق، در روز یکشنبه به تاریخ 26 دیما و تصادفاً روزی که در سال 57 شاه از ایران فرار کرد، تحریما علیه جمهوری اسلامی برداشته شد. همزمان دولت‌های اروپایی و ایالات متحده آمریکا اعلام کردند که همه اون تحریم‌های گذشته را برداشتند. اما تحریمی که ایالات متحده یک روز بعد یا همزمان اعلام کرد در مورد فعالیت موشکی جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی ادعا کرد که این قانونی نیست، ولی این امر هم کاملا قانونی است. جمهوری اسلامی تعهد سپرده است مدت 8 سال از فعالیت‌های بالستیک موشکی خودداری کنه و در طی 8 سال آینده نتونه موشک‌هایی را به پرواز در بیاره که همسایگانش و به طور مشخص عربستان سعودی و اسرائیل را تهدید کنه. این تحریم هایی که بسته شد در مورد در واقع کسانی است که موادی را برای سوخت موشک های در واقع دورپرواز جمهوری اسلامی فراهم کردند و رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که این نوع تحریم جدید به قوت خودش باقی است تا وقتی که جمهوری اسلامی در واقع بپذیره که تعهداتی را که برای 8 سال پذیرفته درست انجام بده. از طرف دیگر همزمان مدیر کل آژانس به تهران اومد با رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و صالحی رئیس در واقع سازمان انرژی اتمی ایران گفتگو کرد برای کنترل های آینده. این در واقع یک طرف قضیه است. طرف دیگر این است که جمهوری اسلامی همونطور که در جنگ پس از 8 سال تسلیم شد، ما قبلا هم در این باره گفتگو کردیم، این بار هم پس از 10 سال گفتگو تسلیم شده و این که الان در واقع باد به قبقب میندازن که ما پیروز شدیم، البته هیچ کس شکست نخورد و این که جناح‌ها هیچ کس شکست نخورد، این در واقع نوعی گزافه‌گویی است. جمهوری اسلامی در کلیتش شکست خورده، پذیرفته اون بخش یا اون مقدار که بیش از 3.5% اورانیومی را که بیش از 3.5% منی کردن به سمت روسیه فرستادن تا در اونجا بازسازی بشه و به عنوان سوخت به ایران برگردد. رفع تحریم ها معنیش این است که سرمایه گذاری خارجی
در ایران راش باز بشه. تا کنون هیچ شرکتی از جانب آمریکا مجاز نبود بیش از 4 میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کنه و هر شرکتی در دنیا بیش از 4 میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری میکرد، جدا از اینکه آمریکایی باشه یا غیر آمریکا، ای از جانب ایالات متحده آمریکا در واقع مشمول مجازات میشد، به بندرهای آمریکا، به فرودگاه‌های آمریکا را نداشت، اجازه معامله با شرکت‌های آمریکایی را نداشت و خیلی از این تحریم‌های دیگری که در نتیجه کسی جرأت سرمایه گذاری قابل توجهی نمی‌کرد. اما این بار آیا با رفع تحریم‌ها سرمایه‌های خارجی به سمت ایران میاد؟ در طی 2 ماه گذشته به طور مشخص از جانب آلمان بیشتر شرکت‌هایی روانه ایران شدن که شرکت‌هایی میشه گفت متوسط هستند. مثلا یکی از این شرکت‌ها روزانه 30,000 عدد تخم مرغ تولید میکنه. این یکی از شرکت‌هایی است که مثلا در ایالت نیدرزاکسن آلمان بوده و پیش از همه رهسوار ایران شده برای امضای قرارداد بود مثلا تخم مرغ به ایران صادر کنه یا مرغ به ایران صادر کنه. حال اینکه این کالاها از چین و ویتنام ارزان‌تر وارد ایران میشه و مشابه دیگر. تنها موردی که به طور سنتی ایران از سالهای پیش از انقلاب و پس از انقلاب مشتری کالاهای آلمان بوده در واقع ماشین سازی است. اون بخشی از ماشین‌های کوچیکی که به کار تراشکاری، به کار جوشکاری، برای پیریزی خونه و در واقع به عنوان وسائل ابزار کار و ابزار گراق به کار برده میشه، این به طور سنتی در ایران بازار داره و الان این شرکت‌ها میتونن در ایران در واقع مشتری پیدا کنن. از اینا بالاتر مهمترین شرکتی که طرف قرارداد ایران سیمنس، در گذشته های دور در واقع شرکت های فرانسوی در بخش تولید برق ایران مشارکت داشتن، در حال حاضر سیمنس نقش مهمی داره. ولی بایستی توجه داشته باشیم ایران کشوری است در واقع مصرف اصلیش نفت و گازه، در حالی که الان شرکت‌های آلمانی رفتن دنبال تولید دیگری از برق که با نیروی باد و نیروی آب کار میکنه و این هر دو در ایران در حال حاضر مشتری زیادی نداره. خب به این پرسش مطرح میشه، آیا شرکت‌های خارجی در ایران سرمایه گذاری خواهند کرد؟ اولین جایی که امروز در ایران احتیاج به سرمایه گذاری کلان داره مسئله نفت و گازه. بر اساس برآوردهایی که وزیر نفت ایران بیژن نامدار زندانه کرده، ایران تا 200 میلیارد دلار نیاز داره. این پول از طرف دولت ایران تهیه نمیشه، اما هیچ شرکت خارجی هم چنین خطری را تحمل نمیکنه در یک کشوری مثل جمهوری اسلامی که هیچ نظمی نداره و هیچ مسئولیتی نداره و به جای یک دولت 3 دولت زمام امور را در دست دارن و یک نیروی نظامی بخش مهم اقتصاد و صنعت کشور را میگردانه دست به یک سرمایه گذاری کلان بزنه. دومین مسئله ای که سرمایه گذاری در مسئله نفت را و نفت و گاز را زیر سوال میبره مسئله بازاره. در شرایط امروز روزانه رسما 80 در واقع میلیون بشکه نفت وارد بازار میشه. از این رقم 15 میلیون از جانب آمریکاست، 12 میلیون از جانب عربستان سعودی، نزدیک 10 میلیون از جانب روسیه است و حدود 6 تا 7 میلیون از جانب کانادا.
در نتیجه سهمی که امروز جمهوری اسلامی در بازار نفت داره در خوشبینانه ترین برآورد 1,250,000 بشکه است منهای مصرف داخلی. اما اگر تلاش کنه این میزان را هم بالا ببره، به همون نسبتی که تولید نفت زیاد میشه ارزش رسمی نفت پایین میاد. از پریروز که اعلام شد تحریم ها از ایران برداشته میشه و ایران قادر خواهد شد به کشورهای اروپایی که تا بال تحریمش کرده بودن نفت میفروشه، نفت 25 دلاری به بازار اومد، یعنی که از 30 دلار به 27.5 و از 27.5 به 25 دلار دیروز سقوط کرد. و این سقوط پایانی نیست. در نتیجه وقتی که قیمت نفت پایین میاد، سرمایه گذاری در این رشته هم در واقع تولید خطر میکنه. چرا؟ دو کشور مهم مصرف کننده نفت، یکی چین و دیگری برزیل، هر دو به نفت داخلی رو آوردن و میزان زیادی از مصرف خودشون را امروز خودشون تولید میکنن، به طوری که در مورد چینی ها گفته میشه میزان تولیدشون را دارن به 10 میلیون بشکه در روز میرسونن و با توجه به این افزایش از میزان وارداتشون کاسته میشه. مهمترین مشتری جمهوری اسلامی در حال حاضر دولت هند با 250 در واقع 1,000 بشکه در روز و این رقم زیادی نیست. در نتیجه جمهوری اسلامی حتی اگر قادر باشه میزان تولید نفتشو به کمک شرکت‌های خارجی ببره، چون اولین صحبتی که با شرکت‌های خارجی بوده قرارداد 25 تا 30 ساله، همون کاری که دولت عراق کرده. دولت عراق الان در حال حاضر در مرز 4 میلیون بشکه نفت صادر میکنه، زیرا قراردادهای بلند مدتی را با شرکت‌های خارجی بسته، قراردادهای 25 تا 30 ساله و با کلی امتیاز و اجازه در واقع تخفیف‌های ویژه از طرف شرکت‌های عامه، یعنی شرکت‌هایی که نفت را استخراج می‌کنن. اگر جمهوری اسلامی چنین امتیازی بده، از یک طرف از داخل زیر فشار قرار داره، زیرا الان یکی از جریان هایی که روی نفت ایران و نفت گاز ایران انگوش گذاشته سپاه است. سپاه پاسداران که خودش رو صاحب مملکت میدونه به این آسانی کنار نمیکشه و درگیری با دولت سر این قرارداد ها بالا میگیره. اما اگر مثل قرارداد برجام همه اینها با موافقت انجام بگیره، باز هم به نسبتی که صادرات نفت و گاز بالا میره، کاهش قیمت در بازار، اون مازاد صادرات به جای اینه میرسه. خب چه کار میمونه؟ حرفی که در واقع روحانی زد بر اساس رقمی که برای بودجه امسال داده، بشکه نفت را 40 دلار حساب کرده، همکنون 40% بودجه سال آینده بر مبنای بشکه نفت 40 دلار کسر بودجه داره و در نتیجه درخواست کرده که سرمایه گذاری خارجی بشه، یعنی به نسبتی که بهای نفت کاهش پیدا میکنه به همین نسبت سرمایه گذاری خارجی وارد بشه و این بتونه ارز خارجی رو که به دست میاره این کاهش بهای نفت را جبران کنه. و این البته امریست چندان به واقعیت نزدیک نیست. چرا؟ ترس سرمایه گذاری ها از شرایط داخلی ایران همچنان وجود داره. ایران در سال گذشته میگویم تا 1500 مورد اعدام داشته، در نتیجه روحانی با احمدی نژاد تفاوت زیادی نداره. شرکت های خارجی که اجازه سرمایه گذاری میخوان، اولین مسئله‌ای که برایشان مطرح است امروز تحت فشار افکار عمومی مسئله مراعات حقوق بشر، آیا جمهوری اسلامی به این قضیه تن میده؟ آزادی رفت و آمد کارگزاران این شرکت هاست،
آیا جمهوری اسلامی به این قضیه تن میده؟ آزادی های اجتماعی برای کارکنان خارجی در این کشور، آیا جمهوری اسلامی تن میده؟ همه اینها اماهایی است که هم سرمایه گذاری در ایران را با دشواری روبرو میکنه و هم اینا. یک راه حل برای جمهوری اسلامی میمونه، مثل زمانی که رفسنجانی سر کار اومد، شروع کنه به کسب وام از بانک‌های خارجی. بانک‌ها برای وام دادن به دولت‌های مثل ایران که پشتوانه نفت و گاز داره آماده‌اند، و در نتیجه همونجور که رفسنجانی در پایان جنگ رقم 50 میلیارد از کشورهای خارجی وام گرفت تا کالاهای خارجی وارد کنه، به احتمال قریب یقین این بار هم اگر در واقع چرخه مناسبات به این دور گردش کنه، شاید از شرکت‌های خارجی کالا و خدماتی را که وارد می‌کنند در برابر اعتبار بانکی، در واقع بانک‌های بزرگی که پشتوانه دولتی دارند، اعطا بشه، و در نتیجه جمهوری اسلامی هم به دیگر کشورهای مقروض جهان بپیونده. تا حالا شما داشتید سناریوهای مختلف رو از منظر خود رابطه رژیم ایران با غرب به اصطلاح بررسی میکردید، از جمله همون اصطلاحی هم که به کار گرفتید که مثلا تحریم های موشکی آمریکا قانونی هست. قانونی نه از منظر ما که به هر حال قوانین انسانی، که ما مخالف جنگ، مخالف میلیتاریزه شدن هستیم با این دبل استاندارد و معیارهای دوگانی امپریالیسم امریکا که مثلا کشورهای خلیج فارس رو در عرض 2-3 سال اخیر 100 میلیارد دلار اسلحه میده، با خاورمیانه رو به بشکه از باروت تبدیل کرده. خب ما با همه اینا مرزبندی داریم. قانونی رو ما از منظر توافقنامه برجام گفتید، یعنی تو اون توافقنامه برجام گفته شده که ایران برای 8 سال نباید به اصطلاح فعالیت‌های موشکی بالستیکی داشته باشه، و همچنین این ورود سرمایه‌های خارجی به ایران. ما می‌دونیم که سرمایه‌های خارجی هر جا برن جز در جستجوی نیروی کار ارزان و سود و استثمار و اینا، هیچ به اصطلاح هدف دیگری رو اینا ندارن. حالا ما میدونیم که دو عامل، شما یه بخشی هم اشاره کردید، ولی دو عامل تأثیر گذاشته، درست؟ از یک طرف ورود ایران به بازار نفت، همین الان که نفت به بشکه زیر در هولوحش 30 دلار هست، عملا با چالش جدی مواجه میکنه و حتی قیمت نفت ممکنه کاهش هم پیدا بکنه. از طرف دیگه این رویکردی رو که جهان و جنبش زیست محیطی بر بخشی از جهان تعمیل کرده که باید ما انرژی پاک رو جایگزین انرژی فسیلی بکنیم، که مثلا همین اقدامات حتی نیمبندی هم که در مثلا کانادا انجام شده، چون به هر حال کانادا جزء کشورهایی که رو انرژی فسیلی استوار هست، مثلا ارزش دلار کانادا مثلا به زیر 70 سنت سقوط کرده و اینا. خب حالا رژیم با توجه که بخش اعظم درآمد ارزش از نفت هست و این نفت هم داره سقوط میکنه، درست؟ دیگه با اون کارت درآمد هنگفت نفت و گاز برای کشاندن کمپانی های غربی یا واردات هنگفت یا جلب سرمایه گذاری یا به قول شما گرفتن بانک هم نمیتونه به اون شکل بازی بکنه. یعنی چقدر دست رژیم در این زمینه فکر میکنید باز هست که این خوشخیالی رو که بخشی از اصلاح طلبان، اپوزیسیون رفورمیست دامن میزنن که همه چیز داره بعد از این برچیده شدن تحریم ها گل و گلاب میشه، این خوشخیالی چقدر معنا داره؟ دقیقا اون بخشی که من گفتم قانونیه، ما اون قانونی را قانون میدونیم که به نفع توده های زحمتکش، به نفع کارگران و زحمتکشان باشه. این که گفتم قانونیه، در چارچوب برجام جمهوری اسلامی تعهد کرده که در واقع موشک بالستیک تولید نکنه، موشک قاره‌پیما تولید نکنه. من در این چارچوب گفتم، چارچوبی که جمهوری اسلامی خودش پذیرفته. جمهوری اسلامی خواست بگه در این چارچوب نیست، من این منظورم بود. اما این را هم که بگم، به هیچ وجه تولید سلاح را به سود کارگران و زحمتکشان ایران و جهان از جانب هیچ کشوری من نمیدونم. چرا؟ اون
بودجه ای که بایستی خرج تحصیل کارگران و زحمت کشان بشه، فرزندان یک کشور از بهداشت و درمان و شرایط زندگی برخوردار باشند، برای بیخانه ها خانه ساخته بشه، ویرانه ها آباد بشه، مملکتی که در واقع همه جانبه سوخته آباد بشه، صرف سلاحی میشه، میلیاردها دلار خرج میکنن، بعدم میلیاردها دلار خرج نابودیش میکنن، حتی کشورهای بزرگ. امروز جمهوری اسلامی بایستی پاسخ بده، اینجا گرد و خاک میکنه کارگران و زحمتکشان و همه مردم آگاه ایران. بایستی جمهوری اسلامی را به چالش بکشن. چرا میلیاردها دلار هزینه تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم کردی، تسلیم شدی و امروز هم بهبه و چرچه میزنی که ما پیروز شدیم؟ به مردم بگن چقدر خرج این دستگاه شده و چقدر سوء استفاده شده. از رقم بیش از 100 میلیارد دلاری که در بانک های خارجی در واقع امروز تا دیروز بلوکه شده، میگن گویا در حدود 30 میلیاردش متعلق به دولته و مابقی متعلق هست به شرکت های خصوصی، نهادهای وابسته به بنیادهای در واقع اسلامی و دفتر امام و بنیادهای که مستقیما با دولت ارتباطی ندارن، ارتباطشون با روحانیت و شخص رهبره. خب یا متعلق به جیب اشخاص. در نتیجه اون چی که امروز در ایران مطرح میشه و جمهوری اسلامی مطرح میکنه، همینجور اشاره کردم، شانس زیادی نداره. حتی اگر فرض کنیم، البته امروز ایران شرایطی داره برای توسعه، یعنی اگر قرار در یک کشوری توسعه انجام بده، دو عامل ضروریه، یکیش سرمایه و دیگری نیروی کار ارزان. علاوه بر اینها در زیرساخت مملکت هم بایستی مناسب باشه. ایران هنوز زیرساخت لازم را برای توسعه نداره، اما هم نیروی کار ارزان و فراوان داره و هم سرمایه اورد. اما کسی از سرمایه داران ایرانی، چه از جریان حکومتی و چه خارج از حکومت، دست به این خطر نمیزنه که در ایران سرمایه گذاری کنه. این مشکل اول حکومته. اونهایی هم که در خارج از کشور هستن، من این ارزیابی را ندارم که اونها به دنبال کارگر ارزان تو ایران میگردن. اصلا تن به خطر سرمایه گذاری در ایران نمیدن. هر کدام از اونها علاقمندن که در ایران یک دفتر بازرگانی باز کنن، کالاشون رو در پاکستان تولید کنن، در بنگلادش تولید کنن و وارد ایران کنن، حتی کارگاهاشون رو در چین بزنن، در ویتنام بزنن و کالای ساخته شده وارد ایران کنن. چون مهمترین مسئله‌ای که امروز در ایران به وجود اومده، مسئله راندخاری است. سران حکومتی مشتمل بر سران دولتی، روحانیت و جریان‌های نظامی، انتظامی و امنیتی. منظورم از نظامی ارتش سنتی نیست، بلکه سپاه پاسداران و نیروهای بسیج تابع اون، امنیتی‌ها و نیروهای انتظامی. اینها در واقع به عنوان مافیای نظامی امنیتی هستند، در پیوند تنگاتنگ با بیت رهبری. دولت خودش با تمام امکاناتش یک وجه قضیه است. اینها در واقع و روحانیت با نهادهایی که تحت کنترلشه و با امکاناتی داره و با قدرتهایی که داره، مثلا شورای نگهبان، مثل نهاد حوزه ها و مثل امام جمعه ها و همچنین جاهایی که به عنوان نماینده امام امور مملکت را در دست دارن، اینها در واقع یک سیستم راندخاری را ایجاد کردن، کالای ساخته شده را
از خارج وارد میکنن و با پول بیشتری میفروشن. حتی اگر شرایطی در ایران فراهم میشد مثل شرایطی در ایران فراهم میشد مثل فرض کنیم کره جنوبی، مثل امروز ویتنام، مثل چین، که در این شرایط سرمایه گذاری خارجی می اومد در داخل تولید میکرد، حتی اون صنایع مونتاژی که در سالهای پایانی رژیم شاه به خصوص دو دهه پایانی در کشور به وجود اومد و میتونست پایه‌ای باشه برای طبقه کارگر، میشه مثبتش دانست. اما متاسفانه در ایران خوشحال نیستیم که این فراهم نیست، حتی زمینه صنایع مونتاژ هم فراهم نیست و من باور ندارم سرمایه گذاری خارجی به خصوص کشورهای اروپایی که سخت محافظه کارند، تمام شرکت‌های اروپایی منهای پشتوانه دولت‌های غربی وارد معامله با ایران نمیشن. اونایی که وارد معامله با ایران میشن که دولت آلمان، فرانسه، هلند، ایتالیا، انگلیس و فرانسه پشتشون باشه. الان شرکت‌های اتومبیل‌سازی، هر کدام از شرکت‌های اتومبیل‌سازی دولت‌ها به نحوی درش مشارکت دارن، بانک‌های دولتی درش مشارکت دارن و بانک‌هایی که طرف معامله هستن دولت‌های غربی پس‌اندازهای مردم را در این بانک‌ها تنظیم کردن. همون قضیه‌ای را که ما در یونان امروز شاهدش هستیم، دولت‌های غربی تمام فشار خودشون را روی دولت‌های حاکم بر یونان، حتی بر حزب چپ امروز گذاشتن تا تعهدات خودشون انجام بده. همین بلایی که امروز سر ونزوئلا میارن، همین بلایی که قبل از یونان سر آرژانتین آوردن. آرژانتین هنوز هم با اون گروه های طلبکارش مشکل داره. مجید جان ارزیابی من این است که در ایران سرمایه گذاری خارجی با اون انگیزه‌ای که وارد ویتنام، وارد پاکستان، وارد بنگلادش، وارد چین، وارد کره جنوبی شده، با این انگیزه وارد ایران نمیشه. مجید عزیز، این گفتید این درسته، یعنی روی کرده اکثر کمپانی ها و دولت های غربی اینه که بیشتر ایران پول بده و کالا وارد بکنه، هرچند در بخش های معینی مثل همین مونتاژ صنایع اتومبیل سازی و همچنین در سرمایه گذاری در بخش های نفت و گاز که رژیم واقعا قراردادهایی که خیلی جذاب باشه رو به اینا پیشکش کرده که حتی صدای برخی از این نماینده های حتی مجلس درآورده که آقا این اصلا کل قانون اساسی و قانون ملی شدن صنعت نفت هم زیر سوال برده، یعنی داریم ما چوب حراج میزنیم و در بخش های یک در کلیدی ترین بخش اقتصاد ایران نفت و گاز نقش امتیازات بسیار قابل توجه و امپریالیستی و استعماری داریم به این کشورها میدیم. ولی حرف شما درسته، یعنی ایران به مسابقه کارخانه یک کارگر ارزان مثل کشورهای ویتنام و بنگلادش و کامبوج و چین و غیره ارزیابی نمی کنند. در این زمینه هم دست رژیم بسته است. حالا پرسش اینه که خب جناح حکومتی هر دو جناح به ویژه جناح اصلاح طلب از این مسئله، یعنی پایان به اصطلاح برجام و مثلا آغاز برچیده شدن تحریم های اقتصادی بین المللی و اینا دارن به عنوان یک حربه‌ای برای گرم کردن تنور انتخابات فرمایشی نمایشی دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی در اسفند ماه دارن استفاده می کنن. یعنی ارزیابی چیه؟ یعنی به نظر تو مثلا ارتباط بین این مسئله و مسئله انتخابات و گرم کردن تنور اون و روی کردی که باید نیروهای چپ در ارتباط با این تاکتیک رژیم برای کشاندن مردم به پای صندوقهای رأی داشته باشند. اون بخش اولش که مطرح کردیم، بخشی از نمایندگان صداشان در آمده که این پیشنهادات هست، اصلا در سخنرانی که روحانی سال گذشته در سوئیس انجام داد
گفتم که پیشنهادهای سکسی یعنی جمهوری اسلامی از فرط استیصال هست که حاضر است آوازهایی را بده که آدم فقط میتونه با دوره ناصرالدین شاه مقایسش کنه که امتیاز به رژی دادن یا امتیاز به دارسی دادن برای استخراج نفت. اینکه اینها دست و دل بازی میکنن به نظر من از موضع نیازه. ما در درون نیستیم، خودشون در درون هستن و میدونن اوضاع بسیار اسف‌انگیزه. زندگی مردم در واقع به افلاس کشیده شده از بیم یک شورش عمومی، حتی یک شورش کور. اینها میبایستی در واقع حقوق کارمندان را بالا ببرن، حقوق کارگران را بالا ببرن، نیازهای مردم را رسیدگی بکنن، کمبودها را جبران کنن، چه در بخش کشاورزی، چه در بخش صنعت، چه در بخش خدمات. صنایع مونتاژی که حداقلی که مونده بود همه تعطیل شده، انبوه بیکاری مطرح است. به این ترتیب اینها احتیاج دارن به پول و به هر وسیله‌ای در میارن. اون وقت در حال حاضر از این قضیه کاملا هم درست گفتید بهره‌برداری جناحی میشه. یعنی در حال حاضر رفسنجانی تلاشش این است که با یک دست حسن روحانی را داشته باشه، با دست دیگه حسن خمینی را داشته باشه، با دست خمینی توی خبرلان بره، با دست روحانی نمایندگانش را بفرسته توی مجلس شورای اسلامی. اما یه قضیه روشنه، هر دو طرف تلاش میکنن مردم را به پای صندوق‌های رأی بکشونن. تبلیغاتی هم که سر برجام، پیروزی برجام، رفع تحریم‌ها کردن، در واقع این هست که مردم را به هر وسیله به پای صندوق‌های رأی بکشن. خامنه ای هم در پیامش گفت اگر مخالفم هستید رأی بدید. اما همین امروز و دیروز افشا شد، مرعشی گفت از 3000 کاندید اصلاح طلبان تنها 30 نفر پذیرفته شده و این 30 نفر 4 نفرش از تهرانه، 26 نفرش از سر تا سر ایرانه. یعنی از 12000 نفری که برای مجلس به اصطلاح شورای اسلامی یا شورای ملی داوطلب شدن، اینها 4600 تا گذاشتن و این 4600 تا در خوشبینانه ترین باورها 100 نفرش میتونه کاندید سایر جناح‌ها باشه، اون 4000ش یا 4600ش از اون طرف باشه. این یکی روشنه، یعنی از سلاح شورای نگهبان و به خصوص فقهای شورای نگهبان استفاده میکنه خامنه ای بر این که مجلس آینده را همچنان در کنترل خودش داشته باشه و روحانی را گروگان داشته باشه. روحانی تا مادامی که مثل احمدی نژاد به ساز خامنه ای هم برخصه، این الان هم به ساز خامنه ای میرخصه هم به ساز رفسنجانی. البته فرد پراگماتیستی است، تلاش هم میکنه که به نوعی رفرم دست بده. این رفرمی که این میخواد دست بده از نوع رفرم های رفسنجانی است، حتی از نوع رفرم های خاتمی هم که میگفت نهادهای اجتماعی گسترش پیدا کنه نیست، بلکه این میخواد در اوج سرکوب و شدت کمی فضا را باز کنه. یعنی سیاست رفسنجانی سیاست چینی بشه، توسعه اقتصادی سرکوب سیاسی. اما نه خاتمی چند شخصی را داشت که نهادهای مدنی را گسترش بده و نه رفسنجانی توانست در اون دوره اقتصاد ایران را به شیوه چینی شکوفایی کنه و امروز به مراتب اوضاع از هر دو دوره بتره.
رفیق دارابگی، اینجا متاسفانه وقت برنامه ما به اتمام میرسه. از شما سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت داشتید. اگر نکته‌ای دارید به عنوان کلام آخر میخواید با بینندگان ما در میان بذارید، خوشحال میشیم بشنویم. با سپاس فراوان از شما، تنها نکته‌ای را که در واقع روش تاکید کنم این است که مردم باید فریب نخورن. این تمام این تبلیغات در تداوم فریب‌های گذشته است. مردم بایستی فریب انتخابات آزاد در ایران را نخورن. جمهوری اسلامی تن به انتخابات آزاد نخواهد داد. یک مجلس تحت کنترلی میخواهند و در واقع این سر و صداها برای این است که یک دوره دیگر خبرگان را در کنترل داشته باشند برای تایید رهبری خامنه ای و احتمالاً تعیین جانشینش در جناحی که همچنان قدرت غالب در کشوره، یعنی جناح مافیایی نظامی روحانی. با درود بر شما و بینندگان عزیز.